چقدر این تغییرات امکان کاندیداتوری راه رو برای کاندیداتوری آقای مشایی و احتمالا دیگر مشاوران آقای احمد نجات باز گذاشت بحثی بود که اونها در واقع تلاش کردن یک دی که راه رو برای ایشون و افرادی مثل ایشون در کنار آقای احمد نژاد ببندن ببینید آقای مشایی با سه تا مشکل روبروه یکیش مشکل این هست که رهبری بعد از انتخاب آقای مشایی به عنوان معاون رئیس جمهور که قافل گیرانه آقای احمدی نژاد بعد از انتخابات گذاشت به هر حال حکم داده که ایشون صلاح نیست یعنی فاقد صلاحیتی که در معاونت رئیس جمهوری باشه بنابراین تایید صلاحیت آقای احمدی نژاد ب... تایید صلاحیت آقای برای ریاست جمهوری با توجه به حکم کتبی که داده شده کمی با, ت... ب... با توجه به طابقه سی چند ساله جمهور اسلامی کمی دور از ذهن میرسه این نکته اول نکته دوم مخالفت است که جامعه روحانیت چه اینهایی که در قدرت هن. چه بیرون قدرت در ارتباط با آقای مشایی دارن و اونم مبناهاش تهوری است که آقای مشایی داره آقای مشایی معتقده که امام زمان الان حضور داره این دولت برگزیده ای امام زمان هست و در حقیقت اون ناقوس بشارت ظهور رو این دولت داره می نوازد و وظیفش اون مدیریت جهانی است در آینده بنابراین باید تداوم داشته باشه و دیدگاه آقای مشایی هم این هست که این نقرهانیت کلا در حق جهنم قرار دارن برای اینکه مخالف ظهور امام مهدی هستن چون اگر امام مهدی ظهور کنه اونها دقیقت کسب و کارشون از بین میره بنابراین اونها مخالف ظهور هستن و نکته بنابراین این دیدگاه ها و دیدگاه دیگری هم از که در طول برنامه اشاره میکنیم روحانیت به طور کلی مخالف جدیست با آقای مشایی و بعید میدونم شورای نگهبان با این حجم مخالفت بخواد ایشون تایید کنه نکته سوم هم مسئله پرونده های باز اقتصادی است که ایشون داره در جریان پرونده اختلاس میلیاردی دیدیم که به اون در اون چیزی که سکوی پرتاب شرکت آریا شد این بود که فولاد خوزستان رو با دستور آقای مشایی بدون برگزاری مناقصه به بدون برگزاری مزایده در ازای ساختن راهی که مربوط به آینده بود که اونم مناقصه لازم داشت و هر دو تاش در حقیقت غیر قانونی بود به این شرکت واگذار شده شرکت تراورس هم که به اون به این گروه واگذار شده بود که اون هم میلیاردها تومان روش ساخته بودن بعد از اینکه شرکت رو میخرن بلافاصله با دستور آقای مشایی وزارت راه یک پروژه های عظیم راهسازی به اون شرکت واگذار میکنه که همه پرمنده ها بازه موارد دیگه هم هست که در حوزه اقتصادی ایشون در حقیقت سعی کرده اون صاحبان سرمایه که در زمان آقای رفسنجانی و بعدا فعال بودن رو بیاره تو حوزه خودش پس شما اساسا اعتقاد اخت... دارید که موقعیت آقای احمدی نژاد، آقای مشایی و حلقه ایشون تغییر چندانی نکرد در این تغییر تحولات که الان در مجلس بر سر قانون انتخابات پیش میاد خیلی کوتاه بله یا خیر شما میخوام بحث ببینید... رب... آقای با این موانع روبروه باید ببینیم چه تاکتیکایی الان داره آقای احمدی نژاد به کار میبره که این موانع رو دور بزنه